درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی ایران عزیزمان. خبر مرگ مشکوک الکسی ناوالنی در زندانی در سیبری در آستانه پایان دوران محکومیت و انتخابات ریاست جمهوری روسیه بار دیگر جهان را از دست اقدامات دستگاه‌های امنیتی فدراسیون روسیه به شوک فرو برده است. در این باره خبرگزاری اوکراینی گازتا پشت پرده قتل الکسی ناوالنی توسط دستگاه‌های امنیتی روسیه را به یک دستگاه امنیتی محرمانه در روسیه به نام سایه که فقط از ولادیمیر پوتین دستور می‌گیرد مربوط کرده است. این خبرگزاری آورده است که گروه سایه در ابتدا به ظاهر بخشی از وزارت بهداشت روسیه بود و در واقع وظایفی داشت که دور از چشم عموم و حتی دولت انجام می‌داد. این دستگاه با همکاری تعدادی از دانشمندان برجسته روس دارویی به نام کروکودیل را تهیه کرده بود. این دارو که به صورت قرص‌های کوچک سفید رنگ تولید می‌شد، قابلیتی داشت که تا به حال دیده نشده بود. حذف کامل خاطرات انتخابی از ذهن انسان بدون باقی گذاشتن هیچ نشانه‌ای از دخالت توسط افراد خارجی. روس‌ها در ابتدا می‌گویند که این دارو به عنوان یک پروژه پزشکی برای درمان بیماری‌های مانند آلزایمر که مدیریت آن را سایه بر عهده داشته است، تولید شده است. اما بعدها مشخص می شود که دستگاه های امنیتی روسیه از این دارو به عنوان یک پوشش استفاده می کردند و از آن برای اهداف تاریک تری استفاده می کنند. آنها این دارو را به عنوان ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر به کار بردند بدون آنکه نیازی به زندانی کردن یا ترور فیزیکی باشد. قربانیان پس از مصرف این دارو در ابتدا تمام خاطراتشان را از دست می دهند و سپس ظرف مدت چند روز به آغوش مرگ می روند. این خبرگزاری اوکراینی گفته است که روسیه از این دارو تا کنون حداقل برای حذف 17 مخالف خود استفاده کرده است. به علاوه این روزنامه اوکراینی مرگ مرموز دستیار سفیر جمهوری اسلامی در مسکو را نیز به این دارو ارتباط داده است. پیشتر مؤسسه رابرت لنسینگ احتمال داده بود که مقامات جمهوری اسلامی به دلایل واقعی در مورد مرگ دستیار سفیر جمهوری اسلامی در مسکو شک دارند و می‌خواهند آزمایش سمشناسی انجام دهند. جهانگیری به عنوان مترجم علاوه بر اینکه در تمام جلسات مهم هیئت‌های ایرانی در روسیه شرکت داشت، در مذاکرات با حزب الله، حماس و افغانستان هم حضور داشت و به نظر می‌رسد که روس‌ها برای همین او را که به نظر می‌رسید با دستگاه‌های جاسوسی غربی هم همکاری می‌کرده است، به راحتی از سر راه برداشتند و حالا به نظر می رسد که مرگ جهانگیری و ناوالنی نه اولین استفاده دستگاه‌های امنیتی روسیه از این دارو بودند و نه آخرین آنها خواهند بود. گفتنی است که روابط عمومی زندان فدرال روسیه روز جمعه 16 فروردین مصادف با 27 بهمن ماه اعلام کرد که الکسی ناوالنی از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین در زندان درگذشته است. این زندان با نام IK3 در ناحیه خارپ در منطقه خودمختار یامالوننتس در قطب شمال قرار دارد. پایگاه خبری پولیتیکو می نویسد مرگ این فعال سیاسی 47 ساله یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری روسیه در حالی روی داده است که پوتین قرار است بیش از 20 سال حضور خود در قدرت را بار دیگر برای این انتخابات تمدید کند. لئونید ولکوف رئیس دفتر سابق الکسی ناوالنی میگوید دلیلی برای باور پروپاگاندای دولت نداریم، اما در هر حال فعل درگذشت درست نیست، بلکه فقط و فقط باید گفت که این ولادیمیر پوتین بود که او را کشت و به قتل رساند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان مرگ الکسی ناوالنی در زندان را محکوم کرد و تأکید کرد که ناوالنی با جان خود بهای شجاعتش را پرداخت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم در حاشیه یک کنفرانس امنیتی مونیخ در این باره گفت مرگ ناوالنی در زندان روسیه و ترس از او تنها نشان دهنده ضعف و پوسیدگی در قلب سیستمی است که ولادیمیر پوتین ساخته است. روسیه قطعاً مسئول مرگ این انسان بیگناه است. دولت‌های اروپایی پوتین را عامل مرگ ناوالنی معرفی کردند، از جمله
استفان سجورنه وزیر خارجه فرانسه در اکس نوشته الکسی ناوالنی با جان خود برای مقاومت در برابر سیستم ظلم و ستم هزینه داد. او گفته است که پوتین دیگر با کسی تعارف ندارد، به سادگی میکشد و حذف میکند. همین چند وقت پیش بود که او به سادگی یگنی پریگوژن را از سر راه حذف کرد و هواپیمای او را ساقط کرد و گفت که هواپیما خودش سقوط کرده است. اینها همه در حالی است که مسئولان زندان ادعا کردند که ناوالنی پس از یک هواخوری در زندان احساس ناخوشی کرده و تقریباً بلافاصله بیهوش شده است. آنها همچنین گفتند تمام اقدامات لازم برای احیای ناوالنی انجام شد، تیم پزشکی به سرعت رسید اما بیفایده بود و در نهایت او درگذشت. ادعاهایی شبیه آنچه که متحدان روسیه مانند چین و جمهوری اسلامی هم پس از حذف مخالفانشان در رسانه ها اعلام می کنند. به گفته یه مادر الکسی ناوالنی، فرزندش در سلامت کامل بوده. او تأکید کرده نمی خواهم هیچ تسلیتی را بشنوم. ما پسرمان را در روز 12 فوریه ملاقات کرده ایم و او سالم بود. گفتن است که در کنار سرکوب های گسترده در روسیه توسط کرملین، ناوالنی تنها شخصیت محبوب و معروفی به شمار می رفت که هنوز می توانست روسها را برای شرکت در اعتراضات سامان یافته علیه حکومت پوتین بسیج کند. یولیا ناوالنایا، همسر الکسی ناوالنی که برای حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده، در این مورد در یک سخنرانی گفت احتمالاً همه شما خبر هولناک را شنیدید. فکر کردم اینجا باشم یا پرواز کنم و در کنار فرزندانم باشم. اما بعد از خود پرسیدم اگر الکسی به جای من بود چه می کرد؟ مطمئنم اینجا بود و حرف می زد. پوتین و اطرافیانش باید بدانند سزای کاری را که با کشورمان، با خانواده ما و با همسرم کرده اند خواهند دید. می خواهم از مردم سراسر جهان بخواهم که متحد شوند و این رژیم شرور، این رژیم وحشتناک را در روسیه پاسخگو کنند. این رژیم و شخص پوتین باید مسئولیت تمام اقدامات وحشتناکی را که در سالهای اخیر در حق کشور ما مرتکب شده اند بپذیرند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هم گفته است تا آنجا که ما می دانیم در حال حاضر مطابق با تمام قوانین فعلی اداره زندان‌های فدرال درگیر بازرسی‌ها و شفاف‌سازی‌ها و غیره است. یعنی دیگر هیچ دستورالعملی لازم نیست، زیرا مجموعه قوانین خاصی در این زمینه وجود دارد که بر اساس آنها عمل می‌شود. در این باره تقریباً اغلب رسانه‌های بین‌المللی هم تأکید کردند که ناوالنی کشته شده است. به گزارش CNN، ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو می‌گوید که روسیه باید به سوالات به صورت کامل و شفاف و جدی پاسخ دهد. ناوالنی سالها صدای قوی برای آزادی و دموکراسی بوده و متحدان ناتو برای مدت طولانی خواهان آزادی فوری او بودند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین هم که روسیه 2 سال پیش با تجاوز نظامی جنگی را به کشورش تحمیل کرده که هنوز ادامه دارد، گفت که پوتین باید در مورد قتل ناوالنی پاسخگو شود. زلنسکی در یک کنفرانس خبری مشترک با اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان در برلین، گفت که برای من واضح است که او کشته شده است و پوتین تا زمانی که در قدرت باشد اهمیتی نمی‌دهد که چه کسی می‌میرد. ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا هم گفت که مرگ ناوالنی یک یادآوری دردناک از استمرار رژیم سرکوبگر پوتین است. سخنگوی ناوالنی هم گفته که شرایط زندان در سیبری بسیار بدتر از شرایطی بود که او در نزدیکی مسکو در جایی که قبلا نگهداری میشد داشت. وی هشدار داده بود که جایی که ناوالنی زندانی است بسیار سرد است و فقط 2 ساعت در روز آفتاب دارد. آنها، یعنی دولت روسیه، قطعا سعی دارند ناوالنی را منزوی و حذف کنند. الکسی ناوالنی، حقوقدان و سیاستمدار منتقد سیاست‌های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از رهبران سرشناس اعتراضات سال‌های 2011 و 2012 در این کشور بود. وی که در اوت 2020 به طرز مشکوکی دچار مسمومیت شده و برای درمان به آلمان سفر کرده بود، پس از به دست آوردن دوباره سلامتی خود
با وجود توصیه به ماندن در این کشور 17 ژانویه 2021 به روسیه بازگشت، ولی به اتهام اختلاس در فرودگاه دستگیر شد و به 3.5 سال زندان محکوم شد. همان زمان دولت آلمان اعلام کرد که مسمومیت این شخص سرشناس مخالف پوتین بر اثر یک سم بوده که در روسیه ساخته می شود که او با خوردن یا تنفس یا تماس پوستی وارد بدنش شده است. مرگ مشکوک الکسی ناوالنی در زندان همزمان با پایان دوران محکومیت وی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه که قرار است 17 مارس 2024 برگزار شود روی داده است. این اتفاق واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در بین ایرانیان هم داشته است و بسیاری با ناوالنی و طرفدارانش ابراز همدردی کردند و گفتند که ما در ایران می‌فهمیم که یک رژیم خودکامه و دیکتاتور و سرکوبگر چگونه منتقدانش را از سر راه حذف می‌کند. اما در سمت دیگر برخی از کاربران به اصطلاح ارزشی و طرفدار رژیم جمهوری اسلامی تلویحاً و با اشاره به قتل ناوالنی توسط پوتین گفتند که کسانی که به جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند حواسشان باشد که اگر کسی بخواهد برای امنیت ملی یک کشور مشکل ساز شود، راه درستش آن راهی است که پوتین رفته است. بنابراین به شاهزاده تان بگویید که با پولهای پدرش برود به یک جزیره و تا آخر عمر را سپری کند، وگرنه سرنوشت ناوالنی در انتظار اوست. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.